در مورد چنلینگ آداما، نویسنده اورلیا لوئیس جونز، از زبان اورلیا. در حال حاضر تعداد فزاینده‌ای از افرادی که ادعا می‌کنند آداما را چنل می‌کنند وجود دارند. در اینترنت انواع و اقسام پیام‌ها به نام او در گردش است. در برخی موارد من آنها را معتبر می‌دانم، در حالی که برخی دیگر معتبر نیستند. فقط به این دلیل که نام آداما در پایین پیام نوشته شده است لزوماً به این معنی نیست که از طرف او آمده است. من هیچ مسئولیتی در قبال اطلاعاتی که توسط افراد دیگر به نام آداما منتشر می کنند ندارم. اطلاعات ممکن است معتبر باشد یا نباشد. از زمانی که کتاب‌های تلوس جلدهای 1، 2 و 3 منتشر شده است، تعداد شگفت‌انگیزی از مردم وجود دارند که ناگهان ادعا می کنند به کانال جدیدی برای چنل‌های آداما تبدیل شدند و حتی ادعا می کنند جایگزین من شدند. انواع اطلاعات چنلینگ اکنون در اینترنت و جاهای دیگر به ویژه در گروه‌های خبری به نام آداما منتشر می‌شود. برخی از آنها دلنشین هستند و به نظر می‌رسد که از قلب بیرون می‌آیند، در حالی که برخی دیگر کاملاً اشتباه هستند و ارتعاش لموریا را حمل نمی‌کنند. متاسفانه این برای جویندگان حقیقت و برای کسانی که هنوز قدرت تشخیص و تفاوت بین آنچه معتبر است و آنچه که نیست را ندارند بسیار گیج کننده است. معمولاً افرادی که مایلند در مورد اطلاعات چنلی که به نام آداما نوشته شده سطحی از تشخیص را کسب کنند، سوالاتی از آداما می‌پرسند. مردم می‌خواهند بدانند که به چه کسی می‌توانند اعتماد کنند و چگونه تفاوت بین کسانی را که واقعاً از آداما چنل می‌کنند و کسانی که به سادگی ذهنشان را چنل می‌کنند و یا سایر موجودات را با ارتعاش کمتر به عنوان آداما معرفی می‌کنند تشخیص دهند. تشخیص این که چه کسی معتبر است و چه کسی نیست یا قضاوت در مورد اهداف و نیت دیگران حتی برای من هم همیشه آسان نیست، زیرا قضاوت‌ها همیشه دام هستند. هر فردی باید قوه تشخیص خود را به کار گیرد و آن را در درک معنوی خود به دست آورد. مطالب زیر مطالبی است که آداما می‌گوید. به دلایل مختلفی که باید برای شما ناشناخته باقی بماند، می‌خواهم بگویم که در حال حاضر به هیچ کس به جز اورلیا لوئیس جونز اجازه نمی دهم مرا به منظور انتشار کتاب ها یا برای شرکت در مجامع عمومی از من رسماً چنل کند. اگر این مجوز بی رویه اعطا می شد، تشخیص این که کدام اطلاعات دقیق و معتبر است و کدام نه برای کسانی که هنوز به سطح رشد معنوی لازم نرسیدند بسیار دشوار می شد. خطر تحریف و مغرضانه شدن آموزه‌های ما یک بار دیگر به دست کسانی که هنوز مقدمات و آموزش‌های درونی برای ارائه اطلاعات ما را دریافت نکردند بسیار افزایش می‌یابد. همچنین دعوتی برای کسانی ایجاد می‌کند که برنامه‌های شخصی دارند تا آموزه‌های ما را دوباره با دروغ و تحریف خراب کنند، همانطور که در گذشته انجام دادند. به همین دلیل است که تعالیم اصلی ما دیگر وجود ندارند. آنها بارهای بار توسط کسانی که به وضوح یا صداقت نیتی که این آموزه ها نیاز دارند فاسد شدند. ما مطمئناً نمی خواهیم این اتفاق دوباره رخ دهد. اگر آموزه های ما که حامل آگاهی لموریایی است که در اصل از منبع الهی سرچشمه می گیرد، اجازه داده شود که توسط افراد زیاد و مختلفی مطرح شود، این آموزه ها ممکن است دوباره تحریف شوند، به ویژه توسط کسانی که می خواهند از موضوعی که رایج شده است سود ببرند. این امر باعث سردرگمی در قلب و روح کسانی می شود که می خواهیم به آنها دسترسی پیدا کنیم و کسانی که واقعاً در تلاش برای رسیدن به ما هستند. به همین دلیل است که در حال حاضر ما خودمان را به اورلیا محدود می کنیم که قرارداد پیش از تولد دارد تا این کار را با ما انجام دهد. کسانی که می خواهند بدون آمادگی مناسب و بدون دعوت خاص ما برای این کار فراتر از ارائه پیام گاه به گاه به یک گروه کوچک یا دادن آرامش به کسی که نیاز دارد من را چنل کنند، ممکن است توهم ایجاد کنند، زیرا من نیستم. اگر من در یکی از مجالس شما حضور داشته باشم، به این معنا نیست که همیشه باید پیامی بیاورم. ما
ما آرزو می‌کنیم که قلب کسانی که مایل به برقراری ارتباط هستند با بالاترین یکپارچگی انرژی‌های لموریایی در تماس باشند، نه با کسانی که خود را به عنوان آهنامار یا دیگران از تلوس نشان دهند. طبق قانون الهی، این استاد است که مجرای آن چنل را انتخاب می‌کند و نه شخص تجسم یافته. برای چنل آن استاد باید منتظر دعوت رسمی از سوی استادی از آن سوی حجاب بود. هیچ استادی مجاز نیست از طریق شخصی صحبت کند مگر اینکه این استاد از خود خالق اجازه بگیرد. کاندیدای هدایت برای استادی باید در طی چندین دوره زندگی سلسله مراتب مورد نیاز را گذرانده باشد تا به او چنین امتیازی اعطا شود. کسانی هستند که از تصویر من استفاده کردند و برای تبلیغ محصولات و کلاهبرداری‌هایشان به نام من پیغام‌های فروش نوشتند. عزیزان، بدانید که من در چنین برنامه‌هایی شرکت نمی‌کنم و مطمئناً فروشنده کسانی نیستم که صداقت ندارند. پیام‌های کانال‌هایی که معتبر نیستند دارای ارتعاشی از دستورکار شخصی هستند. و می توانند به تله های معنوی تبدیل شوند. دوستان من، آگاه باشید که بسیاری از کسانی که در نابودی هر دو قاره نقش داشتند، اکنون نیز در این زمان تجسم یافتند و برخی از آنها مصمم هستند که جلوی ورود نور را بگیرند. آنها می خواهند به هر طریقی که شده جلوی ظهور لموریان ها را بگیرند. آنها اغلب خود را به صورت فرشتگان نور تبدیل می کنند و به کمک شما می آیند و انواع پیشنهادات جذاب را به شما ارائه می دهند. من از شما می خواهم که فریب نخورید و همیشه با بصیرت قلب خود آنها را بررسی کنید. این بار دوستان من، خطرات برای این سیاره و برای تکامل شخصی شما بسیار زیاد است. آگاه باشید که همه شما به روش‌های مختلف با آزمون‌های تشخیص روبرو خواهید شد. در آگاهی قربانی و تاریک خرید نکنید. متعهد شوید که در قدرت‌های الهی خود به عنوان اربابان حاکم شوید. بدانید که همیشه خوشحالم که مستقیماً در قلب شما با شما ارتباط برقرار کرده و با شما صحبت می‌کنم. گاهی در مجالس شما حضور دارم و انرژی و عشقم را به همه شما می توانم، اما سکوت می کنم و بی توجه می مانم، بدون جلب توجه می مانم. برای ما، انرژی که برای شما به ارمغان می آوریم اغلب برای تحول شما مهمتر از کلمات است. بسیاری از اوقات کلمات می توانند محدود کننده باشند. از شما می خواهم که این لحظات ارزشمند را دریافت کنید و آنها را گرامی بدارید و آنچرا که در اعماق قلبتان به اشتراک گذاشته شده است نگه دارید. شما مجبور نیستید هر آنچه از ما دریافت می کنید را در اینترنت و جاهای دیگر پخش کنید. بیشتر ارسال‌ها برای افراد حاضر در آن زمان چنل شده و مناسب همان اشخاص در همان زمان هستند و برای انتشار عمومی در نظر گرفته نشدند. همچنین می‌خواهم اضافه کنم که در تلوس من کسی هستم که داوطلب شده است تا در معرض دید عموم قرار بگیرد. بقیه به خصوص آهنامار این کار را انتخاب نکردند، زیرا زمان آنها هنوز فرا نرسیده است. آهنامار نمی‌خواهد تصویرش تجاری شود یا به جز در چنل‌های گاه به گاه برای اورلیا، معشوق دلش و برای نوشته‌هایش اینجا و آنجا به صورت عمومی دیده شود. من و آهنامار قطعاً علاقه‌ای به ارائه پیام از طریق موجوداتی نداریم که یک پارچگی و شفافیت ارتعاش لموریایی را تجسم نمی کنند. هنگامی که قلب شما در مراقبه هایتان با ما هماهنگ می شود، خوشحالیم که پیام‌های شخصی به شما می دهیم. مهم است که یاد بگیرید تشخیص دهید چه زمانی میتوان آن پیام ها را با دیگران به اشتراک بگذارید و چه زمانی نباید این کار را بکنید. همه پیام های ما و سایر موجودات از قلمروهای نور همیشه حاوی کلیدهای خردی هستند که برای پیشرفت خود یا نشان دادن راه رسیدن به گام بعدی در مسیر خودشناسی با آنها نیاز دارید.
ادغام کامل آنچه قبلا دریافت کرده اید همیشه مهمتر از این است که به دنبال پیام بعدی صرفاً به خاطر جمع‌آوری اطلاعات بیشتر برای ذخیره در بدن ذهنی خود باشید. تا زمانی که آنچه را که قبلاً دریافت کرده اید در آگاهی خود ادغام نکنید، آن در ذهن شما به آشفتگی تبدیل می شود که همیشه به نفع شما نمی باشد. قلب لموریا در هر یک از شما قرار دارد، چه آن را بفهمید و یا نفهمید. این مأموریت مقدس ما همراه با اورلیا لوئیز جونز و کسانی که در کنار او کار می کنند، کمک به شما برای بیداری مجدد به کلیت الوهیت و تقدس این سفر است. تمایل شما به پذیرفتن انرژی هایی که ممکن است درک شما را افزایش دهد هرگز نباید با احساس ناامنی تهدید شود. بنابراین ما همچنان به شما یادآوری خواهیم کرد که اجازه دهید آنچه را که میشنوید و میخوانید حقیقتی در قلب شما باشد، جایی که تنها اصالت حقیقی در آن قرار دارد. فقط با قلب خود می توانید ارتعاشات ناب الهی را تشخیص دهید و تعیین کنید که کدام یک برای شما در حال حاضر مناسب تر است. همیشه در قلب خود از ما راهنمایی بخواهید. ما همیشه پاسخ خواهیم داد. من آداما هستم، معلمی برای بشریت. یادداشتی کوتاه از اورلیا لوئیز جونز، نویسنده کتاب. هر روز انقدر ایمیل و ارتباطات اینترنتی از سرتاسر جهان دریافت می‌کنم که پاسخ دادن به درصد کمی از این مکاتبات برایم به معنای واقعی کلمه غیر ممکن شده است. لطفاً بدانید که من پیام‌های شما را می‌شنوم و می‌خوانم و قدردانی می‌کنم و آرزو می‌کنم که بتوانم به صدها ارتباط صمیمانه‌ای که هر هفته دریافت می‌کنم پاسخ دهم. تنها کاری که می توانم در حین انجام کارهایم انجام دهم این است که برای همه شما عشق و قدردانی فراوان بفرستم. از شما درخواست می کنم که شما همدردی کنید و درک کنید که نمی توانم به همه شما پاسخ دهم. من از شتاب فزاینده اتصال لموریان که اکنون به سراسر جهان می رسد دلگرم هستم. من شما را به خاطر نوری که در بیداری بشریت در این زمان تغییرات عظیم کمک می کنید برکت می دهم. اکنون همه شما درگیر بزرگترین ماجراجویی معراج هستید. ما پیش بینی می کنیم که آموزه های ما به دور و دراز سفر خواهد کرد تا به همه کسانی که با ما در ارتباط هستند در سفرشان به سوی آزادی معنوی کمک کند. ظهور ما به سطح برای پیوستن دوباره به شما ملاقات بزرگ است که در طول قرنهای متمادی جدایی فیزیکی در آرزوی آن بوده اید. ما به شما یاد خواهیم داد که چگونه با سهولت و لطف پایه و اساس یک عصر طلایی دائمی روشنگری، عشق، صلح، زیبایی و سعادت را برای تمام بشریتی که انتخاب می کنند در اینجا بمانند ایجاد کنید. ما آرزوی این را داریم که به شکل ملموستری با شما باشیم، همانطور که شما آرزو دارید با ما باشید، زیرا ما یک خانواده هستیم. ما با هم از اتحاد مجدد عاشقانه خود خوشحال خواهیم شد. پایان کتاب اول.